آخرین باری که گریه کردید کی بود؟ کلن راحت گریه میکنید؟ بله بله. آخرین بار دیشب بود. الان مهمترین نگرانی شما چیه؟ فقط تنها دغدغم اینه که ایشالا زمینگیر نشم و نگران این مسئله گاهگداری میشم. کلی هم که آینده جوانای ما ایشالا شرایط و بستری فراهم بشه که جوانا بتونن کار داشته باشن، هر کی سر جای خودش باشه. خدا حفظ کنه پسرتونو. ممنونم. چی کار میکنن؟ چند سالشون شده الان؟ اون الان 26 سالش رو تموم کرده، فوق لیسانس محیط زیست آب بله داره میخونه. آفرین. دور از جونتون، شما به لحظه وداع، به اون لحظه‌ای که به لحظه رفتن فکر میکنی؟ خیلی زیاد، خیلی زیاد. من هر لحظه آمادم. میترسی؟ من هر موقع، نه من اصلا از مرگ نمیترسم، ولی از درد میترسم، از زمین گیر شدن و درد کشیدن، از مرگی که ناشی از زلزله باشه، غرق شدن باشه، جنگ باشه، سوختن باشه، میترسم. ولی کلن خود ماهیت مرگ رو دوست دارم. سه تا انتقاد از خودتون بکنید. خب اینقدر زود باور نکن، یکم بیشتر ورزش کن چون خیلی تنبلم تو ورزش. یکم اجتماعی ترس. اگر فرض کنیم که شما یک دانشمندید و میتونید یه چیزی کشف بکنید که خیلی به درد بخور باشه، دنبال چی میرفتید؟ دنبال کشف چی میرفتید؟ به این دانشمند شیمی یا فیزیک کدومه؟ یه چیزی که احساس میکنید تو دنیا جاش خالیه، شما دانشمندید و میتونید کشفش بکنید یا اختراعش بکنید، یک مخترع اید. دلم میخواست همیشه یک قرصی، یک ماده شیمیایی رو از بچگی همیشه دلم میخواست بتونم بسازم که همه آدما بتونن بخورن و دیگه خشمی در جهان نباشه، طمع وجود نداشته باشه و همه با هم خوشحال زندگی کنن. یعنی این واقعا این خیال و رویای دوران بچگیم بودا و الانم میگم ای کاش میشد که این همه حرص و طمع و جنگ و این همه زیادی خواهی رو بین هم دیگه تقسیم کنن و بدونن همه سهم دارن و نیازی نیست این همه بخوان. الان تمام ساقی‌های محل به فکر افتادن که چطور میشه یه همچین چیزی داشت و توضیحش کرد. هیجان انگیزترین کاری که تا الان کردید چی بوده؟ چیزی ندارم. دوست داشتید یه قدرت ماورایی داشتید؟ خب دارم. جدا؟ چیه؟ من نه، قدرت ماورایی نیست، ولی من خیلی اتفاقاتو جلوتر میبینم. ماورایی دیگه اگه خیلی جلوتر، خیلی حس ششمم درسته و بابت این قضیه خیلی از دوستانم باور کردن، ایمان دارن به این قضیه و خیلی جالب. با من مشورت میکنن. حالا آینده این برنامه برمودای ما رو چطوری پیش بینی می‌فرمایید؟ ببینید این برنامه شما رو من خیلی نوپاست. من شما رو خیلی موفق میبینم تو این برنامه. مهمانا میان و میرن، این شما این که میمونین و در واقع میزبان این برنامه هستین. من یه وقاری در این برنامه میبینم که خیلی به نظر من برنامه یکی دیده خواهد شد و نیاز البته به حمایت و تبلیغات هم داره انشاءالله. اگر قرار باشه یه روزی خدای نکرده شما به یه جرمی دستگیر بشید، فکر میکنید اون جرم چه جرمیه؟ چقدر سوال سختیه این سوال. تصادف ناخواسته دیگه، یهو مثلا حواسم نباشه به یه آدمی بخوام بزنم دیگه، وگرنه من چه جرمی میتونم بکنم؟ بدترین عادتی که دارید و سخت ترک کردنش چیه؟ صبح زود بیدار شدن، خیلی سخته برام. آخرین باری که سر کسی داد زدید کی بود؟ سر سریال بینشان ناخواسته من هی به تکرار میدیدم کار من که تمام میشه، خیلی من منتظر سرویس میشم، بعضی وقت نیم ساعت دیگه. آخرین بار تو سرما ایستاده بودم و سرویس نیومد، اونجا یهو عصبانی شدم که صدام یهو بلند شد طوری که اصلا کلا کارگردان اومد ببینه چه خبره و من گفتم من الان
یک ماه و نیمه که همش معطل دارم میشم برای سرویس، ولی صدام در نیومد. الان دیگه واقعا معترضم، اما وقتی تو ماشین سرویس نشستم تا خونه گریه کردم و فردا از دلشون در آوردم. و عصبانیت شما واقعا چه شکلیه؟ اون داد زدنه چه شکلی بوده؟ چون بهتون نمیاد. خب الان من عصبانی دوستم که نه، میگم اگه بخواید عصبانی بشید بازی کنید عصبانی شدن رو چجوری میشه؟ مثلا سر آقای جناب شاغلام اگه، یا مثلا سر اون صندلیه بخواید داد بزنید چجوری میشه تو بازیتون؟ بازی کنم؟ بله. خب بستگی داره، حالا دیگه منم حالا سخت دارم میگیرم، بستگی داره که دلیل این داد چیه. یعنی مثلا فضا چه فضایی باشه، من الان چیکار کنم؟ داد بزنی سر اون، همون جوری که سر اون راننده سرویس داد زدی، چجوری سرش داد زدین؟ آخه من چقدر به شما گفتم که اون صندلی نباید اونجا باشه؟ خیلی ترسناک بوده بس بیچاره. اینجا برموداست دیگه، به وقت پیدا شدن. پس یه ابعاد دیگه هم شما دارید که ناپیدا بوده. من بازیشو کردم، واقعا بازیشو کردم، ولی من اصلا زیاد عصبانی نمیشم. جدی هستم ولی عصبانی نمیشم. و اگه زندگی شما یه فیلم سینمایی بود، ژانرش چی میشد؟ درام. درام. بخش بودن این زندگی در کنار برادرم بسیار عاشقانه و کمدی بود. یعنی ارتباط من و برادر من یک ارتباط عاشقانه کمدیه، ولی در کلیتش درام زیاد. من زیاد از دست دادم و فهمیدم که خداوند نمیخواد من خیلی دلبسته و وابسته این زمین باشم. به هر چیزی که خیلی دل میبندم ازم میگیره سریع. برای انجام دادن کدوم کار به خودتون افتخار میکنید؟ این که واقعا میبخشم آدم ها رو، و این که حتی اشتباهات آدم ها باعث میشه که من باشون مهربون ترشم، چون میگم همه اشتباهات از ناآگاهیه یا از بیماریه و هر دوشو باید آدم به هر حال مدارا کنه باش یا اصلاحش کنه. برای همین من مهریتون رو هم بخشیدی؟ مهریه؟ بله، من مهریه‌مو بخشیدم، خیلی چیزامو بخشیدم. بله. با چه کسی ارتباطتون قطع شده و دوست دارید که الان دوباره وصل بشه؟ من هیچ وقت ارتباطام تموم نمیشه، قطع نمیشه، و اگر تموم بشه به جا و به درست تموم شده است، یعنی پشیمون نیستم اگر تموم بشه. ولی هیچ کس